السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیز من از لندن از بریتانیا سوال کردن که در ما مورد عرش و کرسی معلومات بتیم که موضوع خیلی خوبی هست اما یک موضوع بسیار اساس است و در مورد این مسائل ما باید خدمت شما عرض کنم که ما من حیث بندگان و مخلوق الله سبحانه و تعالی در یک محدوده از اطلاعات در مورد عرش هستیم و در مورد کرسی هستیم یعنی ما اجازه نداریم که چیزی که الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد عرش و کرسی برای ما گفته از او زیاد از دل خود چیزی بگوییم یعنی ما گفته نمیتونیم که فلان تو گفته بسم الله تو گفته و ما اجازه هم نداریم که در این مورد بسیار زیاد تشبس بکنیم و بعضی چیزها را بعض انسان های جایل مقایسه ها میکنن اینا مقایسه چون علم ندارن و اگر علم هم با عقل خود چون عقل انسان خیلی خیلی کوتاه است از این که در این مورد خیلی بزرگ او بیا بحث بکنه اما معدوده اطلاع ما از عرش الهی ببو میزان است که الله سبحانه و تعالی و کتابش و قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه وسلم در سنتش بر ما بیان کرده و ما بیشتر از او علم نداریم اظهارم کردن نمیتونیم و اجازه نداریم که اظهار بکنیم پس او چیزایی که از قرآن و سنت بر ما رسیده او چی هست اولش خویی است که در زیر عرش الهی فردوس که بلندترین و اعلاترین بخش بهشت است اعلاترین بخش جنت است قرار داره به این معنا که عرش الهی در بالای بهشت است به کدام دلیل به دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و که بخاری رحمه الله را در کتاب خود آورده فاذا سألتم الله فاسالوه الفردوس اگر شما چیزی را از الله سبحانه و تعالی فردوس از الله سبحانه و تعالی بخوین چرا به خاطر که فانه اوسط الجنه به خاطر او بهترین جای بهشت است و بالاترین او است و بالای از او عرش رحمان قرار داره فوقه عرش الرحمنی سبحان الله این رسول مبارک بر ما میگه صلی الله علیه و سلم که از او دریاها و رودهای جاری میشن سبحان الله و ای که عرش الهی را هشت ملک معمور حمل میکنه و یحمل عرش ربی فوقهم فوق ثمانیه و ای در قرآن آمده در سوره الحاقه که در آن روز هشتن از ملکها عرش الهی را حمل میکنند الله سبحانه و تعالی بر بالای عرش خیش قرار گرفته و ای قرآن میگه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أمنا برد شُمَا الله هست كي آسمان ها وزمين در شش روز يا مرحلة خلق کرده و بعد ازو بر عرش استقرار يفت و سپس به اداره جهانی هستی پرداخت در این مورد بعضی ها قیل قال کردن اما در مقابل آیات الل الله, سبحانه و تعالی و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قدر که قلقال قال بکنن جای را نمی چون اونا دلیل از کتاب و سنت دیگر ندارن که بحث بکنن و این که وسعت عرش بزرگی عرش الهی بسیار بسیار وسیع است چنان که کرسی الله سبحانه و تعالی در برابر عرش مثل یک القی در بیابان است و عرش الله سبحانه و تعالی در بالای آب است مل کرسی فی العرش الا که یعنی کرسی در مقابل عرش مثل القی آهنی هست که در بین دشت بزرگ افتاده هست و فاصله آسمان اول تا آسمان دوم 500 سال است فاصله هر آسمان تا آسمان بعدی 500 سال است از آسمان افتم تا کرسی 500 سال است از کرسی تا آب 500 سال است و عرش الله سبحانه و تعالی بر روی آب و الله سبحانه و تعالی بر روی عرش استقرار یافت و هیچ یک از اعمال ما بندگان به الله سبحانه و تعالی پوشیده نیست که در حدیث مبارک آمده و در حدیث دیگری که آمده که ما السماوات السبع فی الكرسي یعنی آسمان های افغانات در مقابل کرسی الله سبحانه و مثل چند درهم است درهم که در داخل یک سپر قرار داده شده پس نظر به ای سو و نظر به آیات قرآن کریم ما در میابیم که عرش در اطاف یا در جهت های ششگانه زمین نیست مثل که بعضی ها در ازی صحبت کردن که در, در جهت های ششگانه زمین است نخیر چون این نیست بلکه عرش در بالای آسمان های و در بالای بشت است و زمین در آسمان اول و در پایین عرش است پس ما و شما در آسمان اول زندگی می زیر آسمان اول زندگی می و در کجا هستیم؟ در پایین عرش هستیم و تمام معلومات که ما انسان داریم بیشتر از این موردان نیست پس هر ادهایی که بکنه کس صحیح نیست درست نیست و هر چیزی که ما میگیم باید طبق کتاب و سنت باشه ار چیزی که الله سبحانه و تعالی نگفته رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نگفته پس نباید درباره از ما کنجکاوی و تشبس بکنیم و از دل خود بسهای بکنیم پس چیزایی که بر ما رسیده حقایقی که در باری عرش و کرسی رسیده که ای که زمین آسمان در دست الله سبحانه و تعالی مثل یک دانه اوری هست که در دست انسان باشه اگه شما دانه اوری را بگیرین چقدر خرد میشه تمام زمین آسمان در دست الله سبحانه و تعالی مانند یک دانه اوری هست و میزان بزرگی کرسی در مقابل آسمان ها قابل وصف نیست یعنی نمیتون آدم وصف بکنه و میزان وسعت و بزرگی عرش در مقابل کرسی قابل وصف نیست به خاطر که بعض از جاهلا این مقایسه کردن که اخو اگه خرد باشه او کلان باشه ای قابل وصف اصلا نیست عرش و کرسی و آب تمام از این عرش چیز جداست کرسی جداست آب جداست اینا جدا جداست نباید اینا با هم ما مغالطه بکنیم و فاصله بین آسمان های افتانه بین هر کدامش 500-500 سال است و حد فاصل آسمان افتم یعنی از آسمان افتم تا کرسی 500 سال است و عد فاصل کرسی و آب 500 سال است و خود عرش در بالای آب است و الله سبحانه و تعالی در بالای عرش پس حد فاصل زمین آسمان 500 سال است و زخامت هر آسمان که چقدر بزرگ و زخیم است به اندازه 500 سال است که تمام از از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتقاق گفته و عمق امو دریایی که بر فراز آسمان هاست 500 سال راه است یعنی خود عرش یکی از مخلوقات الهی هست تنها الله سبحانه تعالی است که خالق است و تنها الله سبحانه وتعالی با این صفت توصیف میشه و عرش نیز یکی از مخلوقات الهی است الله سبحانه تعالی در قرآن میگه که هی محمد صلی الله علیه و سلم قل من رب السماوات السبع بگو پروردگار آسمان های افتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست من رب السماوات السبعه و رب العرش کیست بگو کیست واز ا پرسان بکنی از کفار وا چه میگن میگه وا خواد گفت که الله سبحانه وتعالی یعنی آسمانها و عرش همه از آن الله است و او پروردگار اونها ست بگو ای محمد صلى الله علیه وسلم پس آیا پروا نمی کنید آیا شما پروای زیر نمی کنید افلات و ای آیا در قرآن کریم به ما بیان میکنه که عرش مخلوق است اما که آسمان های افتگانه که بالای سر ما هست تمام از اینها مخلوقات الله سبحانه و تعالی هستند و نه تنها از بزرگترین مخلوقات الهی هستند بلکه بزرگترین مخلوقات هستند که ما میشناسیم چرا؟ با خاطر که ایره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما در اون حدیثی که ما خدمت شما عرض کردم که هفت آسمان و هفت زمین در مقایسه با کرسی مثل یک القیست است که در فلات وسیع از زمین افتاده باشه و افتاد نسبت بزرگی عرش با کرسی مثل نسبت بزرگی و فلات است به و القه و خدمت شما در بالا گفتم وای که الله سبحانه و تعالی که الرحمن علی العرش استوى الله سبحانه و بر عرش استوا کرد یعنی الله سبحانه و بر عرش استقرار یافت معنی استوای الله سبحانه و بر عرشش به معنی اتکا کردن به اون نیست عزیزان متوجه باشید که بعض از انسان‌های جاهل میخوان این ها را به بحث بکشانن و میگن خب اینا دعوا کردند که استوا کرد و استقرار یافت نه خیر ای به معنی اتکا کردن به اون نیست ای به معنی علو هست به معنی استقرار الله سبحانه و تعالی بر او است و تمام سلف او را به چی ترجمه کردن علو استقرار سعود ارتفاع پس هر کسی دیگه که ایره به شکل دیگر تحویل میکنه به کلی غلط است و جا ندارد به این چیزها استوا جزء از صفات الله سبحانه و تعالی است که در عربی به معنی چی مانا بلندی ارتفاع اما یه از مسائل عقیدتی اهل سنت و جماعت است که ما کیفیت استوای الهی را نمی کیفیت استوا بر ما معلوم نیست این عقیده درسته اهل سنت و جماعت هست عقیده توحیدی هستی ما تنها عمیقا می آن آنگونه هست که لایق به ذات پاک الهیست است بدون تشبیه با مخلوقاتش فهمید از خان بدون تشبیه با مخلوقاتش لیس که مثلی هیشهی چیز مثل اون نیست هیچ چیز هیچ چیز مقایسه کرده نمیتونیم اصلا امکان نداره که در فکر ما خطور بکنه و او سمیع البسیر و او شنوا و بینا است اینجا یعنی متوجه باشید که شنوا و بینا هست ما نمیتونیم که مقایسه بکنیم با چیزی اگر مخلوقات به چیز استقرار بکنه نباید کیفیت استقرار مخلوقه با استخ... استقرار خالق قیاس میکنیم مثلا ما بیایم در کرسی میشینیم و تکیه میکنیم با ما اجازه نیست که ای استقرار الله سبحانه و تعالی را به زم خود به عقل ناقص خود به عقل کوتاه خود اینو بگیریم تحویل و تفسیر بکنیم ای استقرار مخلوقات با او استقرار الله سبحانه و تعالی اصلا قابل قیاس نیست و قابل تشبیه نیست از این خاطر ده این موارد به اندازه باید ایتیاد بکنادم چرا بعضی از فرقه های گمراه بعضی از هایی که خود را عالم میگرن و گمراه هستند شیطان اینا را چی کرده؟ خوب بازیشان داده خوب گپشان داده و اینا ده ای برای کتاب ها نشته کردن تفسیر ها نشته کردن در عالم که به ما مخلوقات اجازه دادن نشده که ایره ما قیاس بکنیم استقرار ما تشبیه بکنیم ای اجازه با ما نیست لازمه تشبیه و قیاس هو است که ما از کیفیت صفات الله سبحانه و تعالی متلع باشیم ای از جمله درس های عقیده و توحید است که ما در دروس بحث کردیم و جز ذات پاک الله سبحانه و تعالی هیچ کسی از کیفیت صفاتش مطلع نیست الله خودش در سوره شورا میگه هیچ چیز مثل او نیست و باز میگه او شنوا و بیناست ایناله اگه ما شنوایی و بینایی را مثل شنوایی و بینایی مخلوقات اگر ما را قیاس بکنیم ای درست نیست و ما از این در میابیم که شنوایی و بینایی الله سبحانه تعالی مانند هیچ کدام از مخلوقات نیست چرا؟ ای شایسته خود ذات پاک الله سبحانه و تعالی است کسی نمیتونه این مقایسه بکنه با مخلوقاتش شنوائی شينو... الله سبحانه و تعالی و بینایی الله سبحانه و تعالی که دیگه آیه مبارک آمده و کس نمیتونه مقایسه بکنه اگر کسی بگویه که استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش به معنی اتکا یعنی اتکای الله تعالی به او هست ای سخن مردود است باطل است و درست نیست اولی که معنی استوا با, با اتکا هیچ نسبت نداره و دومی که اتکای خالق به مخلوق نیست چرا خالق بیای به مخلوق خود اتکا بکنه استغفر الله من ذلك در حقیقت این ناشی از است که گوینده استوای الله سبحانه و تعالی را در ذهنش مورد تکیف و چگونگی قرار بده برمی است که این سوال برش پیش آمده اما ای در حال است که ما کیفیت استوای الله سبحانه و تعالی را بر عرش نمی دانیم نمی فهمیم نحن الفقراء عقل ما ناقص است پس اینا باید بفهمیم که چون کیفیت استوا بر ما نامشخص است از او خاطر هم مطرح کردن این سوال که چطور خالق ما الله سبحانه وتعالی به مخلوق اتقا میکنه از امو اساسش اشتباه است اما زیربنای از این سوال اشتباه است خود می سوال اشتباه است چرا در تمام منهج اهل سنت و جماعت در مورد یایه و در کل در ارتباط با صفات الله سبحانه و تعالی سخن امام بزرگوار امام مالک رحمه الله است میگه روز یک شخص وارد سنف درسی امام مالک بزرگوار شد رحم الله و از پرسان کرد که استوا چی است یعنی درباره کیفیت و چگونگی استوای الله سبحانه و تعالی در عرش که می آیه مبارک است که الرحمن و علی الارش استوا سوال کرد و امام بزرگوار امام مالک چی یک امام بزرگواری بوده یعنی موطای امام مالک اگر کس بخونه یعنی چه قدر یک کتاب بزرگ است چه قدر این یک کتاب عالی است اما افسوس و صد افسوس که تعصب مذهبی بعض انسان های جاهل از بسیاری چیزها ما را معروم کرده ام باص وقت، ايمام ابو بزرگوار دار جواب که الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه سبحان الله يعني استواء الله سبحانه وتعالى معلومات اما كيف تزوم مجهول است اما ايمان به واجب و سوال و جواب و قیل قال کردن از او بدعت است و گمان میکنیم که تو یک انسان زندیق هستی و چی کرد؟ او را از مسجد بیرون کرد سبحان الله و ای به عنوان یک قایده در آمده و اهل سنت جماعت از او قایده به تمام صفات که الله سبحانه و تعالی استفاده میکنه یعنی صفات الله سبحانه و تعالی را بدون اینکه تعویل بکنه یا تحریف بکنه چی معنایی باشه چی لفظی باشه و بدون تعیین کیفیت و بدون تشابه و بدون اینکه او را تمثیل با صفات مخلوقات بکنه عمو میپذیره و در مورد صفات الله سبحانه و تعالی کنجکاوی و مباعث کلامی نمی کنه یه است عقیده اهل سنت و جماعت پس معنای صفات الهی را اموتوره که بیان شد اما کیفیت و چگونگی صفاته ما بیان نمی کنیم فقط عمق می دانیم که صفاتش با صفات مخلوقات مشابه نیست از او خاطر مثال از مخلوقات برای بیان چگونگی صفات الله سبحانه و تعالی را ما نمیاریم و این گفتار و نظر امام بزرگوار ابن تیمیه رحمه الله هست که الله ازی راضی باشه و میگه که اصل دهی بابی است که الله سبحانه و تعالی را با اوصاف توصیف نمود که خود یا پیامبرش که خود الله سبحانه و تعالی یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را توصیف کرده خواب اثبات یا بنفی او چی را که الله سبحانه و تعالی بر خودش قائل بوده و اثبات کرده اثبات او و او چیز را که الله سبحانه و تعالی از خود نفی کرده نفی شود. پس برای همگان روشن است که روش امت و ائمه سلف اثبات تمامی صفاتی بوده که الله سبحانه و تعالی او را بر خود ثابت کرده بدون کیفیت بدون تشبیه بدون تمثیل و بدون تحریف چهار چیز است بدون کیفیت بدون تشبیه بدون تمثیل بدون تحریف اگر کس آمد را کیفیت بر شما گفت که تو بفهمین که زندیق است اگر تشبه کرد بفهمین که هم زندیق و جاهل و بدبخت است اگر تمثیل کرد یا تحریف کرد و, و موضوع پنجم از یادم رفت که تعطیل است پنج چیز است کیفیت تشبیه تمثیل تحریف تعطیل اما مقایسه مخلوقات با ذات پاک الله سبحانه تعالی نه تنها جایز نیست بلکه کفر و شرک است هر نوع مقایسه و مقارنه بین الله سبحانه و تعالی و مخلوقاتش در حقیقت یک نوع از تجسیم و تشبیه است که که حال سنت جماعت در, در پیش ما شما ای تشبیه و تمثیل کفر است اما طوری که ما گفتیم لیس که مثلی ای چیزی امانند الله سبحانه و تعالی نیست و او سمیع البسیر در آل او که او شنوا و بین است که درباره این صحبت کردیم پس ای بود خلص موضوع که خدمت شما در ظرف 23 دقیقه بسیار به شکل فشرده بیان کردیم و از این چیزی ما دیگر در کتاب و سنت نداریم چیزهایی که من خدمت شما گفتم این چیزها را ما در کتاب و سنت داریم و ما عقاید اهل سنت در جماعت برای شما تشریح کردم و عقاید توحید برای شما گفتم ای است عقیده و توحید در حقیقت یک درس عقیده و توحید بود که از جمله درس هایی است که ما در دروس عقیده و توحید در باره از این همیشه ما بس کردیم عزیزیات زیاد ما چیزی نمیدانیم نداریم اجازه هم نداریم و اجازه تشبص هم نداریم به خاطر که عقل ما خیلی خیلی قاصر از هست الله سبحانه و تعالی در عقاید من ما را استوار داشته باشه و الله سبحانه و تعالی آنانی که گمراه شدن اونا را برای راست هدایت بکنه اللهم ربنا امین یا رب العالمین